نکته خیلی مهم در مورد نمد دستگاه‌های کلندر نسل 4 شرکت فوتومن من که باید بدونید و تو این پست میخوام بهتون بگم، لطفاً تا انتها مشاهده کنید. یکی از نکاتی که در مورد نمد دستگاه‌های کلندر نسل 4 باید بهتون بگم اینه که عرض نمدی که روی این دستگاه به کار رفته شده کامل اندازه خود سیلنده، یعنی ما سیلندمون 170، نمدمون الان اندازهش 168 سانته، 2 سانت کوچیک‌تره، که این خودش چند تا نکات مثبت رو همراه داره. اینکه ما جای بازی کردن نمدمون دیگه خیلی کمه، ما دیگه نمدمون به اون صورت زیاد دیگه جا نداره برای بازی کردن، و اینکه خب میتونه از توان بیشتری از روی سیلند استفاده کنه. و همینجور این قسمت رو اگه نگاه کنید، قسمتی که هست قسمت بازیگیر نمده، دیگه به اون صورت فضایی نداره که بخواد نمد بازی کنه، یعنی کسری از زمان تقریبا توی 3-4 ثانیه بازی نمد ما به صورت کامل گرفته میشه. نکته دومی که در مورد نمد دستگاه‌های نسل 4مون باید بهتون بگم اینه که نمد روی این دستگاه‌ها با گوش 10 میل درست شده، و خب خیلیا موقعی که چاپ میزنن این مشکلات رو دیدن که وقتی که کارو میزنن یکم روی سطح پارچهشون حالت یه حالت مثلا بوری شده یا برق میزنه پارچه هاشون. این به خاطر اینه که خب از نمدهای نازک وقتی استفاده میشه توی دستگاه کلندر 6 میل مخصوصا، این چون وسط نمدها خب از تار سیمی پیچیده شده، یعنی یه لایه سیم پیچیده شده، و این گوشت کمه نمد باعث برق افتادن روی پارچه میشه. ولی خب توی این دستگاه چون قسمت سیم توی وسط به کار رفته شده و خب گوشتی هم که داره نزدیک 5 میل گوشت داره، نمد داره، و این فاصله رو کامل رعایت میکنه که پارچه‌تون دچار برق افتادن نشه. نکته سومی که باید در مورد این نمدها بهتون بگم اینه که چون گوشت خب این نمد ما 10 میله و بعضی موقع توی چاپ ها ما مشاهده میکنیم که بعضی قسمت های پارچه دچار این میشه که سایه میفته. خب این سایه افتادن به خاطر خشکی نمده، و اینکه خب ضخامت نازکی که از نمدها استفاده میکنن، ما تو دستگاه کلندر باید یه قسمت حرارت داریم یه قسمت فشار داریم که کار فشارمونو نمد انجام میده. وقتی گوشت دستگاهتون یعنی گوشت نمدتون زیاده 10 میله، کار کامل کمپرس میشه روی سطح سیلندتون، و به خاطر همین کل پارچه رو راحت چون ضخامت داره کل پارچه رو به خودش میگیره و باعث انتقال بهتر روی سطح پارچه میشه. ولی خب وقتی که ضخامت کمه و عملیات پرس هم انجام میشه، پارچه خب کشیده میشه، یعنی نمد ما تو حالت عادی که 6 میله تبدیل میشه به یه 4 میل، و اون کار پرس رو به راحتی نمیتونه انجام بده. نکته چهارمی که باید در مورد این نمدهای نسل 4 دستگاه کلندر شرکت فوتوبهمن بهتون بگم اینه که ما خب یکی از مواردی که برامون مهمه عمر نمده، چون خب خود نمدها هم قیمتی دارن و همه اینها توی هزینه چاپ محاسبه میشن. ما وقتی نمدمون 10 میله به مرور خب با فشارهایی که ایجاد میشه، خود نمد پارچه است که کوبیده میشه و تبدیل به این نمد میشه. ما دستگاه نمدامون یعنی تقریبا توی 24 ساعت یا زمانی که دارید از دستگاه استفاده میکنید کاملا درگیره و تحت فشاره. خب این تحت فشار بودن اگه 10 میل باشه، به مرور زمان خب تبدیل میشه به 9 میل، تبدیل میشه به 8 میل، و ما خب مدت‌های زیادی میتونیم از این نمد استفاده کنیم. ولی خب اگه گوشت نمدتون کم باشه، 6 میل باشه، 8 میل باشه، شما هی تبدیل میشه به 6 میل، برابر همین خب زودتر نمدتون خراب میشه یا راحت‌ترشون گوشتش کمه زودتر باعث سوختن نمدتون میشه.